از باب نمونه یکی از عوامل انسانی جنگ هست جنگ و خوندیزی در کشورها در بین کشورها و ملتها در طول تاریخ سبب فقر و فلاکتی یک جامعه شده است خود جنگ و بحران جنگ آوارگی جنگ تخریب جنگ قتل و کشتاری که اتفاق میفته خسارات انسانی که به وجود مه خسارات مالی که به وجود مه اینها سبب فقر و بله تنگدستی و بدبختی جامعه خب پس با این عامل باید مبارزه کرد یعنی با جنگ باید مبارزه کرد یک مجموعه باید تلاش بکنه که جنگ اتفاق نیفته باید مبارزه بکنیم با جنگ اسلام تاکید بر صلح و آشتی بین انسان ها دارد و صلح و خیرون اما گاهی ممکنه که باعث شود و اونم اسلام اجازه دفاع میدهد بسیار سم. کم جنگ های تهاجمی در اسلام اون چی که در اسلام هست جنگ های تدافعی هست یعنی ممکنه یک مجموعه دشمنی تهاجم بکند بر یک مجموعه و اینجا دفاع از جان و مال و ناموس باجب. واجب میشه و الا اصل در بینش اسلامی و در آموزه های دینی اصل بر صلح و آشتی هست که انسان ها با همدیگر با صلح و آشتی زندگی بکنن خیلی. خساراتی که اتفاق میفته در جنگ و خوندیزی ارز کردم که باعث فقر و فلاکتی یک جامعه میشه و اسلام به شدت با جنگ و خونریزی مبارزه کرده است و آیات زیاد و روایات زیادی وجود دارد که اسلام با جنگ و خونریزی مخالفت, مخالفت کرده است و مبارزه کرده است پس خلید. این یک عامل عامل انسانی جنگ است که باعث فقر و نابودی یک جامعه میشه و اسلام با او مبارزه بله. کرده است و تلاش میکنه که با بیان رسا با جنگ مقابله بکنه خب یکی دیگر از عامل انسانی رواخاری هست بله که این در تعامل اجتماعی در روابط اجتماعی برخی افراد انسان های هستند از فرصت ها استفاده میکنند و دست به رباخاری میزنه که در اسلام به شدت نکوهیش شده رباخاری مورد نکوهیش قرار گرفته است و اصلا یک جامعه را رباخاری به نابودی میکشاند ممکنه آهست آهسته این قرض ها و این بدهکاری ها بالا بیاید هر چی که قرضداری ها زیادتر شود ربا هم بیشتر بیشتر میشه و انسان های سوجو با پول کم از فرصت استفاده میکنن و بر ثروت و سرمایه می که اسلام با رباخاری یعنی یکی از ریشه های فقر اجتماعی فقر در جامعه رباخاری هست خصوصا در کشورهای مثل کشور ما افغانستان متاسفانه از فرصتی که به وجود می آید فرصت جنگ بید. بحران جنگ خشکسالی فقر و ناداری مردم یک عده زال صفت از این فرصت ها سوی استفاده می کنند که باید تلاش شود با چنین افراد زال و صفت رباخار سودخور باید مبارزه شود بند.